با نام خدا سلام، وقتتان بخیر. به خبر ده خوش آمدید. سرخط خبرها. خواست کابل از تهران از بهر سپردن زندانیان افغان. امارت اسلامی از ایران میخواهد تا شهروندان افغان در زندانهای این کشور را به افغانستان بسپارد تا آنان بر بنیاد قوانین افغانستان به کیفر برسند. موږ غوښتنه دا ده چې له افغاني بندیانو سره احتیاط وسي او د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو سره په ګډه همغږي دغه بندیان هم افغانستان ته راانتقال سي. آغاز پروازهای مستقیم میان هرات و جده. برای نخستین بار پروازهای مستقیم میان هرات و جده عربستان سعودی از میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری آغاز شده است. دا د آریان افغان په دې وتوانېدله چې له هرات نه اولنی خارجي پرواز چې دې شریف ته کیږي. ای تسهیلات برای اولین بار از هرات به سوی به مکه شریف برای حاجیا تدارک دیده شده. رد گزارش پسین سیگار از امارت اسلامی. سیگار در گزارش گفته آمریکا 20.7 میلیارد دلار را برای مردم افغانستان اختصاص داده، اما معین وزارت اقتصاد این گزارش را مبالغه آمیز عنوان می کند. گزارش سیگار از نظر ما مبالغه آمیز است. شماری از کمک هایی که هیچ ارتباط به مردم افغانستان ندارد و در اختیار مردم ما قرار نگرفته به نام افغانستان منتشر شده. و جان باختن 30 فلسطینی در حمله های تازه اسرائیل بر نوار غزه. من حامد بهرام هستم و مشروع خبرهای این ساعت از سلو و طولو نیوز. امارات اسلامی از ایران میخواهد تا شهروندان افغان که به جرمهای گوناگون در زندانهای این کشورند را به افغانستان بسپارد تا آنان بر بنیاد قوانین افغانستان به کیفر برسند. معاون سخنگوی امارات اسلامی میگوید تا اکنون نزدیک به 4000 زندانی افغان از ایران به کشور انتقال یافتند. پیش از این سازمان حقوق بشر ایران گفته در گزارش گفته است که در 7 ماه نخست سال جاری میلادی 20 تن از شهروندان افغانستان در ایران اعدام شدند. به دنبال پخش گزارش درباره اعدام 20 تن از شهروندان افغان در ایران، امارت اسلامی از ایران میخواهد تا شهروندان افغان را که به جرمهای گوناگون در زندانهای این کشورند در هماهنگی با نهادهای عدلی و قضایی به افغانستان بسپارد تا بر بنیاد قوانین افغانستان به کیفر برسند. په ایران کې افغان بندیانو ته د اعدام او نورو سزاګانو اورولو خبرونو اورو. په دې اړه زموږ غوښتنه دا ده چې له افغاني بندیانو سره احتیاط وسي او د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو سره په ګډه همغږي دغه بندیان هم افغانستان ته راانتقال سي تر څو دلته د افغانستان د قوانینو له مخې هغوی خپله سزا وویني. معاون سخنگوی امارت اسلامی همچنان می افزاید که تا کنون نزدیک به 4000 زندانی افغان از ایران به کشور انتقال یافتند و گفتگوها درباره سپردن زندانیان افغان دیگر از ایران به افغانستان نیز ادامه دارد. په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم شوی ده. تر دې مهاله شاوخوا 4000 افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوی دي او د نورو بندیانو در انتقال لپاره هم هلې ځلې روانې دي. پیش از این وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 7000 مهاجر افغان در زندانهای ایران به سر میبرند. اوسی وخت به چې اسلامي امارت د خپل ټول اتباع چې په ایران کې دی، پاکستان کې دی، په یونان کې دی، ترکیه کې دی، که د دنیا په هر کونج کې نار کې دی، به پښتنې وکي دغه د حق او حقوق پښتنې وکي. ایران هم په دې برخه کې له افغانانو سره، د افغانستان له مهاجرو سره ډیر زیات ظلم کوي، نو که چیرته ډیپلوماټیکو لارو نه دغه معضله دا مشکل حل سي، زما په نظر دا د دواړو هیوادونو په روابطو کې او دوی په اړیکو کې، د دوی په تجارتونو کې مثبت اغیز کولی سي.
این در حال است که به تازگی سازمان حقوق بشر ایران در گزارش گفته بود که در 7 ماه نخست سال جاری میلادی 300 تن در ایران اعدام شده اند که از این میان 20 تن آنان از شهروندان افغانستان بودند. وزارت فواید عامه از آغاز فعالیت 4مین توقفگاه در راه آهن مزار حیرتان خبر می‌دهد. سرپرست این وزارت تاکید می‌ورزد که تلاش دارند تا افغانستان را با 4 راه ترانزیت مبدل سازد. همزمان با این مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرا می‌گوید که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی و استراتژیک برای کشورهای آسیای مرکزی نقطه کلیدی وصل است و از همین رو امارات اسلامی در تلاش است تا برای تقویت اتصال و توسعه منطقه راه بدیل را پیدا کند. آغاز فعالیت دوباره توقفگاه حیرتان نایب آباد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در سفرش به بلخ میگوید افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی و استراتژیک برای کشورهای آسیای مرکزی نقطه کلیدی وصل است و از همین رو امارت اسلامی در تلاش است که برای تقویت اتصال و توسعه منطقه راه بدیل را پیدا کند. د جغرافیایي ستراتیژیک موقعیت له مخې افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو لپاره د وصل کلیدي نقطه تشکیلوي. د دغه اهمیت له مخې د افغانستان اسلامي امارات په دې هڅه کې دی چې د سیمه ییز اقتصاد د تقویت او پراختیا په موخه د سیمې هیوادونو سره د نسلیدو مختلفې بدیلې لارې ومومي. سرپرست وزارت فواید عامه میگوید این توقفگاه پس از چندین سال دوباره فعال شده و 50 کیلومتر طول دارد. محمد عیسی ثانی میگوید که امارت اسلامی میخواهد خط آهن نایب آباد را به یک 4 راه منطقوی جهت انتقال کالاهای بازرگانی کشورهای همسایه مبدل سازند. ازبکستان یو بعد سره چې ګډه یاتځي پر جوجان دځي د جوجان سره فاریاب دځي د فاریاب سره بادغس دځي د بادغس سره هرات دځي د هرات سره نیمروز فرا هلمند کندهار دځي ان شاء الله دا لړ به جوړی په پاکستان کې. ما باید کوشش بکنیم که نو آباد یک جای جور بکنیم که مال منطقه را جذب بکنیم که مردم از این طریق انتقالات بکنه. والی بلخ و نمایندگان کشورهای ازبکستان آغاز فعالیت دوباره ایستگاه نایب آباد حیرتان را برای ایجاد سهولت برای بازرگانان دو کشور سودمند می دانند. در تجاران در پار دید خوشی زیدی او دید اقتصاد که دیر ورکی را دی او دید دید سهولتون موجودی جی. امیدوار هستیم که ایران خواهند هم سیمبول برادری و دوستی خوش همجواری ازبکستان و افغانستان می باشد و بر علاوه از آن برای احیای اقتصاد ملی افغانستان خدمت خواهد کرد. کار ترمیم مسیر خط آهن مزار حیرتان در ماه هوت سال گذشته از سوی یک شرکت ازبکستانی به هزینه 6,300,000 دلار آمریکایی آغاز شده بود که اکنون کار ترمیم آن تا پورت 4 قسمت نایب آباد تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. برای نخستین بار پروازهای مستقیم میان هرات و جده عربستان سعودی از میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری آغاز شده است. مسئولان محلی هرات میگویند در پرواز شب گذشته 127 زائر برای ادای حج عمره و جده عربستان سعودی سفر کردند. قرار است پس از این به طور منظم میان هرات و جده از طریق میدان هوایی خواجه عبدالله انصاری پرواز انجام شود. این نخستین پرواز مستقیم میان هرات و جده عربستان سعودی از میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری است. ده ها زائر حج عمره از ولایت های حوزه غرب در این پرواز از هرات به جده سفر کردند. داریان افغان په دیوند توانیده لسل هرات نه اولنه خارجی پروازی جدی شریف تکیگی او ترده مخته نوسوی او نن الحمدلله دا ترتیب دا روان ده. تاسو وینئ حجان صاحبان چې کوم عمره ته روان دي هغه له دې جنه مستقیما پرواز کوي. پس از سالها انتظار این نخستین پرواز خارجی از میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری است. مسئولان محلی هرات میگویند که پس از این پروازها میان هرات و جده به طور منظم صورت میگیرند. دا پیل دی انشاءالله هڅه و کوشش دا دی چې په آینده کې وکولای سو نورو بیلابیلو هیوادونو ته د هرات ولایت څه دا ډول الوتنې ولرو.
سالها می شد که زائران و مسافران حوزه غرب که قصد سفر به عربستان سعودی و دیگر کشورها را داشتند ناگزیر بودند که به کابل و یا قندهار بروند. اکنون با آغاز پروازها از میدان هوایی خواجه عبدالله انصاری به جده این مشکل برطرف شده است. این خوشحالی عظیمی برای مردم هرات که انشاءالله پروازها و مدائم از هرات انتقال بکنه و ایسایبا در مکه مکرمه در جده بر انشاءالله که دیگه ایسایبا سرگردانی به قندهار و کابل دیگه ولتا ندشه. پرواز مستقیم از شرکت های مختلفه هرات به سبب جده شریف حرکت میکنم که این تسهیلات برای اولین بار از هرات به سبب مکه شریف برای حجیا تدارک دیده شده. در سالهای گذشته پروازهای مستقیم میان هرات دهلی و هرات مشهد از طریق میدان هوایی خواجه عبدالله انصاری صورت می گرفت، اما به علتهای ناروشن این پروازها قطع شد. وزارت اقتصاد بارد گزارش سیگر مبنی بر اختصاص 20.7 میلیارد دلار برای مردم افغانستان می گوید که این مقدار پول در اختیار شهروندان کشور قرار نگرفته است. موین این وزارت گزارش اخیر سیگر را مبالغه آمیز خوانده است. پیشتر بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش 3 ماهه گفته که آمریکا در 3 سال پسین 20.7 میلیارد دلار را برای افغانستان و پناهجویان افغان اختصاص داده است. پس از پخش گزارش بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان درباره اختصاص 20.7 میلیارد دلار برای افغانستان و پناهجویان افغان در 3 سال پسین، وزارت اقتصاد این مقدار کمک به افغانستان را مبالغه آمیز میداند و میافزاید که این کمک ها در اختیار مردم افغانستان قرار نگرفته است. گزارش سیگار از نظر ما مبالغه آمیز است. شماری از کمک هایی که هیچ ارتباط به مردم افغانستان ندارد و در اختیار مردم ما قرار نگرفته به نام افغانستان منتشر شده، اما ما میخواهیم که کمک ها از بشر دوستانه به انکشافی و توسعه گذار بکنه. سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در 64مین گزارش 3 ماهه گفته بود که ایالات متحده از آگست 2021 میلادی تا اکنون 20.7 میلیارد دلار برای افغانستان اختصاص داده که از این میان 2.9 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه و توسعه‌ای، انتقال 3.5 میلیارد دلار دارایی های افغانستان به صندوق امانی و بیش از 14 میلیارد دلار را برای پناهجویان افغان اختصاص دادند. یک بخش دیگر این گزارش نشان می‌دهد با آنکه تولیدات مواد مخدر کاهش یافته، اما تجارت آن از افغانستان ادامه دارد. وزارت داخله نیز در واکنش به گزارش سیگر می‌گوید که پس از فرمان رهبر امارت اسلامی مبنی بر ریشه‌کن‌سازی مواد مخدر در افغانستان، وزارت داخله این امر را در اولویت‌های کاری خیش قرار داده و اقدامات عملی را برای ریشه‌کن کردن آن آغاز کرده است. هیچ استثنایی در امر مبارزه با کشت، ترافیک، تولید، تورید، احتکار و ذخیره سازی مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد و برای از بین بردن این پدیده شوم پلیس قاطعانه مبارزه خواهد کرد. اما اتاق صنایع و معادن کمک های جهان به افغانستان را در 3 سال پسین بسنده نمی داند. کمک های واقعی آن کمک های هست که مؤثریت ما در افغانستان احساس بکنیم. ممکن است که آمار و ارقامی که ارائه میشه با کمک‌های واقعی که صورت میگیره مطابقت با اون گونه نداشته باشه. بس پول منجمد شده، بس انتقال افغان‌ها به آمریکا، مصارف و او هزینه‌ها را جمع مسئله کردن و در کل هم یک رقم رکلام میکنن، ولی مقدار پولی که در چارچوب کمک‌های بشردوستانه وارد افغانستان شده به گونه 100% هم ما گفته نمیتونیم یا ادعا کرده نمیتونیم که تانسته بس فقر و بحران بشری را کاهش بده. در بخش از گزارش سیگر آمده که در سال روان میلادی ایالات متحده آمریکا نزدیک به 232 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. شماری از باشندگان پایتخت با استقبال از کاهش مالیات پمپ استیشن ها، هتل ها و رستوران ها خواهان توجه مسئولان به کاهش قیمت ها نیز هستند. آنان میگویند که کاهش مالیات می تواند در رشد اقتصاد خانواده ها کمک کند، اما اگر قیمت ها کاهش نیابد اثرهای مثبت آن کم رنگ خواهد شد. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که مالیات گردآوری شده باید روی پروژه های زیربنایی هزینه شوند تا فرصت های کاری برای شهروندان کشور به میان آید.
گردآوری مالیات در تمویل بودجه عادی و توسعه نقش مهم را دارد، اما مسئولان امارت اسلامی همواره تاکید کردند که به منظور آوردن سهولت ها برای شهروندان کشور، مالیات را در بخش های گوناگون کاهش دادند. در ادامه کاهش مالیات بر رستوران ها، هتل ها، پمپ استیشن های نفت و گاز، شماره از پایتخت نشینان این گام وزارت مالیه را می ستایند. این باشندگان می گویند که با کاهش مالیات باید قیمت ها نیز کاهش یابد و از امارت اسلامی با ویژه وزارت مالیه می خواهند که در این زمینه توجه کند. اقدامش خوب است، دیگه ما اینقدر می خواهیم که در روی مالیات که تعیین کرده باید کم ضرر قیمت های هم سرش مناسب بسازد. وقتی مالیات ها را از هتل بند استیشن ها وقتی پایین میاره کار خوبی است، اما در از چیار هم باید از مواد خوراک از اجناس دکان ها رو باید پایین بیاره که مردم بتوانند استفاده بکنند. در همین حال شماره از آگاهان مسائل اقتصادی کاهش مالیات را در رشد و توسعه تشبس های کوچک و متوسط مهم می دانند و تاکید می ورزند که باید مالیات گردآوری شده روی پروژه های زیربنایی هزینه شود. مالیاتی که از طرف حکومت گردآوری میشه و به دست میآید، ما فکر میکنیم بالای پروژه های انکشافی و بالای پروژه هایی که دوباره تولید میه بالای ازو باید سرمایه گذاری شود. یکی از منابع مهم عایدات دولت جمعوری مالیات است. البته در یک حد لازمش خوب است مالیات جمعوری شود، سبب افزایش عایدات میشه، ولی به شکل طاقت فرسا نباشه. بر بنیاد اطلاعات، وزارت مالیه در 3 سال پسین مالیات بخش خصوصی، اصناف، شرکت‌ها، مکتب‌ها، پمپ‌استیشن‌های نفت و گاز، هتل‌ها، رستوران‌ها و نهادهای آموزشی و بهداشتی را کاهش داده است. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبر ده، خوش آمدید. وزیر ایالت خیبر پختونخوا در سخنان میگوید که پاکستان با فراهم ساختن پایگاه های نظامی به آمریکا زمینه عملیات های نظامی در برابر افغانستان را فراهم می ساخت. او با انتقاد از سیاست های پسین پاکستان در برابر افغانستان میگوید اسلام آباد نباید انتظار روابط نیک از کابل را داشته باشد. در همین حال کاردار سفارت امارات اسلامی در پاکستان روابط میان کابل و اسلام آباد را برای اتصال و رفاه منطقه حیاتی میپندارد. وزیر ایالت خیبر پختونخوا در یک همایش حزب تحریک انصاف پاکستان می گوید که با نظر داشت سیاست های دیرین پاکستان در برابر افغانستان و فراهمسازی پایگاه نظامی بر انجام فعالیت های نظامی ایالات متحده آمریکا بر افغانستان، اکنون از افغانستان انتظار داشتن رابط نیک را نباید داشت. من می دانم که شما قبلا به دستور امریکا اینجا عملیات انجام می دادید. شما پایگاه دادید برای استفاده در برابر همان کشور همسایه که هم پشتون است و هم مسلمان، و امروز شما می گوید که اگر حادثه اتفاق بیفتد آنان را مقصر می دانید. در همین حال کاردار سفارت امارت اسلامی در پاکستان در یک گفتگو با یکی از رسانه ها رابط میان کابل و اسلام آباد را برای اتصال و رفاه منطقه حیاتی می داند. روابط افغانستان و پاکستان برای اتصال و رفاه منطقه‌ای حیاتی است. روابط مثبت بین دو کشور منجر به منافع متقابل، بهبود تجارت و ترانزیت و یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای می شود. در مقابل تنش‌ها بر هر دو ملت و منطقه تأثیر منفی می گذارد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی و نظامی می گویند که تنش‌های لفظی میان دو کشور برای بهبود روابط دو جانبه اثر منفی خواهد گذاشت. این روابط مطلق به خود پاکستان و به خود نظامی وایسای تعلق داره. چه شکل روابط خود نزدیک بسد و مردم افغانستان و نه از افغانستان مطمئن باشه و ما از پاکستان مطمئن شد. این در حال است که در ماهای پسین اسلام آباد بارها کابل را متهم به ناامنی در پاکستان کرده است. موضوع که امارت اسلامی همواره این ادعا را رد کرده. میان برنامه کوتاه. دوباره خوش آمدید. مسئولان اداره ملی احصایه و معلومات میگویند که در سال جاری خورشیدی جمعیت افغانستان 35.7 میلیون نفر برآورده شده است. به گفته این نهاد از این میان 18.2 میلیون آن مردان و 17.5 میلیون تن دیگر آنان زنان هستند. رئیس اداره ملی احصایه و معلومات همچنین آمار میدهد که این اداره با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی برای 7.8 میلیون تن نیز شناسنامه برقی
توضیح کرده است. با سلسله برنامه ارائه کارکردهای یک ساله نهادهای اماراتی، این بار اداره ملی احصائیه و معلومات گزارش کارکردهای یک ساله خود را با رسانه ها شریک کرد. مسئولان اداره ملی احصائیه و معلومات میگویند که به علت درگیری های چهار دهه پسین سرشماری دقیق در افغانستان صورت نگرفته، اما بر بنیاد برآوردهای آنان افغانستان در سال 1403 خورشیدی 35.7 میلیون تن جمعیت دارد. اگر طرح او طرز معلومه او نور کوم سوال نامی چی دی اگر ټول مونږ تیار کړی دی او دا مونږ امیرالمومنین حفظه الله ته استولې دی او دا خونه چې دا منظور شي ان شاء الله نو دوی هم پدې کایل دی او دا کار به ان شاء الله کوو او مونږ د دې لپاره ټول هغه کارونه چې کوم لازم دی هغه مخکې نه کړی دی. مسئله نفوس برآورد میشه، نفوس که به 35.7 میلیون تن راشد. این نفوس سال 1403 است که به اساس امیر رشد و به اساس فرمول علمی ساوی اکسپوننشال تخمین گردیده، نتیجه سرشماری و یا سروی نیست. رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات همچنین آمار می‌دهد که در سال گذشته برای 7.8 میلیون تن تذکره الکترونیکی توزیع شده و این اداره در سال 1402 خورشیدی 2 میلیارد و 512 میلیون و 850 هزار افغانی در بخش‌های گوناگون عواید گردآوری کرده است. اسلامی امارات لپایل تر دې مهاله څه باندې 8.7 میلیون الکترونیکی تذکره او د دې پروسې لپایل تر اوسه بیا 14 میلیونه او نږدې 818,000 الکترونیکی تذکره وشل شوید. به گفته مسئولان اداره ملی احصائیه و معلومات، تعیین سرحدات و نقشه‌ای کردن ولسوالی ها در 19 ولایت که 27 ولسوالی آن تازه تأسیس شدند، به همین ترتیب به دست آوردن آمار و چاهای حفر شده سولاری در کشور، به دست آوردن نتایج انکشاف 30,000 هکتار زمین در برخی از مراکز ولایت های کشور و به دست آوردن آمار دقیق زمین های آبی و للمی در افغانستان از دیگر دستاوردهای اداره ملی احصائیه و معلومات در یک سال گذشته است. په 1403 کال کې د هیواد تر کښ لاندې ټوله کرنیز ځمکه 3 میلیون هکتارو ته رسیږي، چې له دې ډلې 2.1 میلیون هکتاره اوبیزه او 912,000 هکتاره یې للمي کښت ده. بر بنیاد آمارهای اداره ملی احصائیه و معلومات، تولید ناخالص داخلی واقعی سال 1402 خورشیدی 15.7 میلیارد دلار بوده که در مقایسه به سال 1401 2.7% افزایش داشته است. ادامه خبرها از تولونیوس. با پایان هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، نماینده یونیسف میگوید که از میان 28,000 کودک مبتلا به سوی تغذیه در 7 ماه پسین بیش از 10,000 تن آنان زیر سن 6 ماه بودند. همزمان با این، نماینده برنامه جهانی خوراک سازمان ملل متحد میابسوید که اگر از تغذیه کودکان با شیر مادر پشتبانی نشود، سالانه 170 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان صدمه وارد خواهد شد. در واپسین روز هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، نماینده صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل و یونیسف میگوید که در 7 ماه سال جاری میلادی بیش از 28,000 کودک در کشور مبتلا به سوی تغذیه شدید شدند که از این میان بیش از 10,000 تن آنان زیر سن 6 ماه هستند. تقریبا 22,228 ماشومان بستر شویدی. بعد 22,228 ماشومانو که لزر او 240 ماشومان هغه ماشومان دي چې د شپږو میاشتو نه کم عمر لري، چې دا تقریبا شپږ دیر فیصد د ټولو ماشومانو تشکیلوي. همزمان با این، نماینده برنامه جهانی خوراک سازمان ملل می افزاید که اگر از تغذیه کودکان با شیر مادر پشتیبانی نشود، سالانه 170 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان صدمه وارد خواهد شد. اگر تغذیه با شیر مادر حمایت نشود، برای افغانستان قیمتش نزدیک به 170 میلیون دلار می شود و یا معادل است به 2.88% عواید ملی. از سوی هم، مسئولان وزارت صحت عامه اهمیت تغذیه کودکان با شیر مادر را ارزنده می خوانند و از بازرگانان و سکتور خصوصی می خواهند تا در این زمینه با آنان همکاری کنند. نن موگا و تاسو د دې هدف لپاره راټول شوی یو، تر څو د مور په شیدو د تعزیه په مقابل کې چې کمپنۍ او شرکتونه کومو پوډوري او تجارتي شیدو ته وده ورکوي، د هغو د کړنې څنګه کنټرول کړو. ملي تجارانو، صنعتکارانو، خصوصي روغتیایي سکتور،
له غږیز او تصویری رسنیو څخه غواړو ترڅو د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه د ځاینیونکو د ترویج د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره او د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې همکار واوسي. بر بنیاد گفته های نماینده صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل بر اساس یک بررسی که در سال 2022 میلادی انجام شده 66% ولادت ها در شفاخانه های کشور انجام می شود که از این میان 20% کودکان در ساعت های اول به دنیا آمدنشان با شیر مادر تغذیه نمی شوند. معاینیت دوا و غذا می گوید که اکنون 104 کارخانه دواسازی در کشور فعالند و گفته این نهاد این کارخانه ها 650 گونه دوا را در کشور تولید می کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است. از سوی دیگر برخی از پایتخت نشینان از آنچه که بهای بلند دوا و کم کیفیت بودن آن در بازارها می دانند شکایت دارند و می گویند که آنها نمی توانند دواهایی را که به آن نیاز دارند با پول کم خریداری کنند. شمار بیمارداران در پایتخت از بهای بلند دوا و کم کیفیت بودن آن شکایت دارند. آنان از مسئولان در وزارت صحت عامه و معاونیت دوا و غذا می خواهند تا تولید دوا را در کشور افزایش دهند و به قیمت آن نیز توجه کنند. یعنی دواگان ورکی لکه نالجزیک یا پرستامول یا کم سناس اغور که انتیبیتیک باقی منده دسته چه دوا ده مونگ ده باند ناخلو. هم دا اوس ما مریض درلودو راغلم سناسه دوا می ده اغزی نه واغسته څه چې کېده او با نور چې راغلم ده باند نه می واغست. چیزی که ضرورت از بیرون بخش ما دادن او تقریبا خیلی گران تمام شد. بیشتر از 10000 تا رمی 3 روز شده ما در شفاخانه هستیم، بیشتر از 10000 ما مصرف شده. همزمان با این برخی از دوافروشان بهای بلند برخی از دواها را در کشور میپذیرند و به کارگیری از دواهای تولید شده در داخل کشور تاکید میورزند. شپیتابیا قلم شاید دلته موږ ولرو فعلا په دې دواخانه کې او تقاضا مو دا ده چې د دولت لخوا نه دغه کومې فکټریانې چې دلته دي د دوایانو د جوړېدو د دوی حمایت وکړي، ملاتړ یې وکړي، سپانسر یې کړي. د افغاني تولیداتو څخه کوم کیفیت څه ده؟ ښه کیفیت لري. له نورو خارجي درمل نه کیفیت ډېر ښه باندې ده او له دولت نه غوښتنه ده چې دغه کومې فابریکې چې افغانستان کې دي د دوی ملاتړ وکړي. اما در سوی دیگر سخنگوی معاونیت دوا و غذا در حالی که از رسیدگی به این چالش ها سخن میزند میافزاید که اکنون بیش از 100 کارخانه تولید دوا در کشور فعالند که 650 گونه دوا را تولید می کنند. در 2.5 سال گذشته تعدادشان بیشتر شده که فعلا در حدود 104 کارخانه در بخش تولید دوا و محصولاتی عملا در کشور فعالیت میکنند و ظرفیت تولیدیشان هم الحمدلله نسبت به گذشته چندین برابر شده. در گذشته در حدود 220 قلم تولید داشتند، لیکن امروزه ظرفیت از این کارخانه ما بالاتر از 650 قلم است. این در حال است که به گفته مسئولان در معاونیت دوا و غذا در سالهای پیش 95% دوا از خارج افغانستان وارد کشور می شد که در دو سال اخیر این واردات به 80% کاهش یافته است. برخی از پایتخت نشینان از آنچه که رعایت نکردن قوانین ترافیکی به ویژه چراغ‌های ترافیکی در چهارراهی ها از سوی رانندگان می دانند شکایت دارند. آنان می گویند که با آنکه در برخی از چهارراهی ها چراغ‌های ترافیکی فعال شدند، اما برخی از رانندگان هیچ توجهی به آن نمی کنند. در سوی دیگر ریاست ترافیک کابل از رانندگان می خواهد تا به قوانین ترافیکی پابند باشند. کابل پایتخت افغانستان و از شهرهای مزدحم کشور، شهری که نزدیک به 7 میلیون جمعیت را در خود جا داده است، در سالهای گذشته بیشتر چراغ‌های ترافیکی در چهارراهی های پایتخت غیر فعال بودند. اما اکنون در برخی از چهارراه ها چراغ‌های ترافیکی دوباره فعال شدند. برخی از رانندگان با آن بی‌توجهی می کنند. دولت نظر گفته نده کنه سه سلیر ساعت در اشاره برق ولری او موتروانان باید تل تر تل در مراد کی ترافیک امور سر ازیاد دی، خلق امور سر ازیاد دی او زیاتره وخت موټروانان دا نه مراتی باید مراتی ما از تمام دریورا خواهش میکنیم که قانون ترافیکا و اشاره ترافیکا مراعات کنند تا اینکه خدای نخواسته دچار تصادم نشن و به خودشان و بر دیگرا کدام ضرر نرسانند. شمار دیگر این پایتخت نشینان همچنان از رانندگان میخواهند تا به چراغ‌های ترافیکی توجه داشته باشند. همچنان این پایتخت نشینان از مسئولان حکومت میخواهند تا با رانندگانی که چراغ‌های ترافیکی را هنگام رفت و آمد در نظر نمیگیرند برخورد قانونی کنند. به خاطر رفع بی‌نظمی و خلاف قانون ایگپا
باید نظم ترافیکی و اشاره را مراعات کنند، چون یک نظم خاص باید در کشور بیاید. قانون را مراعات بکنند، چرا که اگر اشاره سرخ باشه اینا تیر شوند خیلی مشکلات به وجود میاد، میشار به مردم بیروبار دیگر ترافیک بسیار به تکلیف میشه. اشاره به می است که باید ما همین فرهنگ شهرنشینی را مراعات بکنیم. همزمان با این ریاست عمومی ترافیک کابل میگوید که در جریان یک سال این ریاست توانسته است که بیشتر چراغ‌های ترافیکی را دوباره فعال بسازند که همکنون 80% این چراغ‌ها در جاده‌های پایتخت فعالند. کل خار به کچه بانده تقریبا عمده اساسی چلوه خبانزوز یعنی چلورلار لرو چارایه لرو با دو که موگه تاسی وینه یو ستون زده برق ده چه برق زیو رازی نور دیگونه تقریبا 90% موگه چراغونه فعال دی. این در حال است که همه ساله رعایت نکردن قوانین ترافیکی از سوی برخی از رانندگان در پایتخت و شاهراهای کشور باعث شده است تا صدها تن در بخش‌های گوناگون کشور جان ببازند. دو گردشگر آلمانی به وسیله موتورسایکل از آلمان به افغانستان آمدند. این گردشگران با پیمودن 15 کشور از مسیر ایران وارد افغانستان شده و همکنون به کندهار رسیدند. آنان میگویند که افغانستان همکنون امن‌ترین کشور در منطقه است. مایکل فینگ 36 ساله همراه با یک دوست خود 5 هفته پیش به وسیله موتورسایکل از جرمنی حرکت کرده و با پیمودن 15 کشور به تازگی از خاک ایران وارد افغانستان شده و هم اکنون به کندهار رسیده اند. فینگ میگوید که پس از کندهار به کابل و پس از آن از مسیر شمال افغانستان وارد روسیه می شوند. شما می دانید که ما با وسیله موتورسایکل به افغانستان آمدیم و از 15 کشور عبور کردیم. ما 8000 کیلومتر را به مدت 5 هفته پیمودیم و به این سفر خود ادامه می دهیم. این گردشگر آلمانی می گوید که خلاف توقع هم اکنون افغانستان یکی از امن‌ترین کشورها در منطقه است و مکانهای زیادی برای گردشگری دارد. پیش از آمدن به افغانستان برای من گفته می شد که این کشور ناامن است و طالبان حاکم هستند و باید سفر نکنم. از رسانه ها نیز در این باره شنیده بودم، اما با آمدن به اینجا به این نتیجه رسیدم که افغانستان همکنون امن ترین کشور است و برای تفریح و سرگرمی مکان های زیاده دارد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار میگویند که با تأمین امنیت و فراهم شدن امکانات برای گردشگران، شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی از مکانهای تفریحی و تاریخی این ولایت دیدن میکنند. دلته خو یو وجه داده چې د دې راتګ زیات سوی دی چې امنیت دی، د امنیت څخه دی ډیر راضی دی. او بل خبره داده دلته چې دی کوم اسانتیا غواړي یا دی ته کوم سهولت باید برابر سی، هغه موږ ته برابر کړی دی. نو وجه داده چې خارجي سیلانیان دلته راځي. کندهار یکی از ولایت‌های تاریخی کشور است که همساله شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی از بهر بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی آن به این ولایت سفر می‌کنند. مسئولان محلی ننگرهار میگویند که در 2 ماه پسین 14 تن در بخش‌های گوناگون این ولایت در دریا غرق شدند. باشندگان این ولایت از مسئولان می‌خواهند تا به کس اجازه بازی در دریا و کانال‌ها را ندهند. این گروهی از جوانان و کودکان به هدف آب‌بازی در آب دریای کابل به منطقه پل بهسود در حومه‌های شهر جلال‌آباد آمدند. آنان میگویند که به علت گرمی و نبود برق ناگزیر هستند تا در آب‌های دریا آب‌بازی کنند. کور که برقونه نشته ده دواجه چه ده منگه واس نلارو چه سولار تختی یا جانیتر برق استعمال کو نو آغی دواجه گرمی دیر زیاد ده آغی دواجه منگه رازو سین که لمبا ده پارا نسی کسانی پا لمبا بنه نپوی گراشت دلتا اوڑی سینی مونی خو گرمی ده بیا مجبوریت ده نکی کور کم چارا نکی که وقت نتیرگی. آب دریای کابل جان بسیاری از جوانان و کودکان را در ننگرهار گرفته و خانواده های زیاد را سوگوار ساخته است. باشندگان شهر جلال آباد از مسئولان محلی می خواهند تا جلو افراد را بگیرند که در آبهای دریا و کانال ها آب‌بازی می کنند. اول از من سلور ملی را وقت کل. باز در غندو نمی بیا و سرد در کورانیم پازابی، قامیم پازابی. در غندو نمی در درخواست شد دلتا سوک سین تا را پره ندی. ماشومان کانتول که ماشومان سین تا پره ندی. غرد تلپات خلق ویل او وسم خلق ویلی دنید بیدار شوی. مطلع دیر مشکل دی حکومت نگوارو چی دی ساحه کانتولو که.
در همین حال مسئولان محلی ننگرهار میگویند که به هدف منع جوانان و کودکان از آب بازی در آبهای دریا، کارزارهای آگاهی عامه را راه اندازی کرده و از ادامه تلاشهای بیشتر در این راستا اطمینان میدهند. تیر دو میاشت که در جلال آباد پخار که تیر شوه در کانال نهر و همدار رقم تا در کابل سین چورلس و پو شاوخوا که ماشومان و زوانان نوودی دی منگا در جماعتون دی مامان سر پا جماعتون کم هم خلط ویلی جستا در سین خال کلمه ما چون که در بگانی جاتی که چه ماشومان وینسی. این در حال است که در جریان سال روان افزون بر ننگرهار شمار زیاده از جوانان و کودکان در ولایت‌های لغمان، کنر و نورستان نیز به علت گرمی هنگام آب‌بازی در آب‌های دریا غرق شدند. مسئولان محلی امروز از بازداشت 300 قاچاقبر انسان در 3 سال پسین خبر می‌دهند. آنان از شهروندان کشور می‌خواهند تا به گونه قانونی با کشورهای دیگر سفر کنند. از سوی هم شماری از جوانان میگویند که به علت بیکاری و فقر مجبور شدند تا راه دشوار سفر غیرقانونی به ایران را به پیش گیرند. عزیز الله 30 ساله باشنده هرات که سرپرستی خانواده 8 نفری را به دوش دارد، او میخواهد با گونه غیرقانونی از راه نیمروز به ایران برود. به گفته عزیز الله، در صورت فراهم شدن زمینه کار کشور را ترک نمی کند. دیرات ولایت راغره منظم ایران تا پاکستان پر لار باندې پر وړه هم یم او د کور خرڅیم را باندې ډیر ده. افغانستان کې خون کاروبار هم نسته، نو لارې خونم ته ته مالی میر سخت استه او جلد استه او مشکلاتونه به خېل دي او د مجبورې زو ایران تا چیکاره پیدا ست کوم چې زم دا مشکلاتونه دا سختي او دا خارج پر مرادي چې دلته کار ز څه کوم چې زم موږ مجبور یو چې ایران د بلار شو د بل کشور په خاري وکړو حالت ځان ته یو حلال نه پکټول. در امین حال مسئولان محلی نیمروز میگویند برای جلوگیری از سفر غیر قانونی شهروندان کشور در 3 سال پسین دستکم 300 قاچاقبر انسان را بازداشت کردند. په نیمروز کې په زیات تکچ هوادوال په غیر قانونی ډول ایران ته تلل، خو لله الحمد د اسلامي امارت پر اتک سره زیات قاچاقبران په دې درې کالو کې تقریبا 300 شاوخوا زیات قاچاقبران موږ نیولي او د قانون منګولو ته مسپارلي دي او موږ دوی ته د پاسپورټو زمينه مساعده کړې ده تر څو کولی شي زموږ هیوادوال هر هیواد ته چې دوی سفر کوي په وسا طریقه باندې ولاړ سي او په سهولت باندې ولاړ سي. این در حالی است که در روزهای پسین بازداشت مهاجران افغان در ایران بار دیگر شدت گرفته و روزانه صدها تن از مرز اسلام قلعه و پل ابریشم به کشور برگشت داده می شوند و از برخورد نامناسب نظامیان ایرانی نیز شکایت می کنند. با این حال باشندگان بامیان از افزایش روزافزون بیکاری و اوضاع نامناسب اقتصادیشان ابراز نگرانی می کنند. آنان از امارت اسلامی و نهادهای کمک کننده خواهان فراهم شدن زمینه های کاری هستند، اما مسئولان محلی بامیان از تلاش ها به هدف رسیدگی به اوضاع بیکاری و ناداری در همکاری با نهادهای کمک کننده سخن می زنند. همزمان با بلند رفتن درجه گرمای هوا، صدها تن از باشندگان مرکز بامیان که اقتصادی بسیار از خانواده‌های آنان وابسته به روزمزد است، از نبود کار شکایت دارند. آنان میگویند که از بام تا شام در گوشه‌های از شهر در انتظار پیدا کردن کار هستند، اما دست خالی به خانه برمیگردند. این باشندگان از مسئولان حکومت سرپرست میخواهند که زمینه شغلی برایشان فراهم کنند. بیکاری بسیار ده اوج خود رسته. میگم ما چی خواستایی که خرج ایال بتره کنیم نیم ما از این شکم خودت بردش داره بتره کار نیده ما بار نیده نمیشه میاییم بیکاری هست زیاد خواه دیگه چه پارسال کار خوب بود امسال کار روخه نیده پارسال یک پروژه بود در مردم کار خوب بود امسال کار نیده دیگه. بر بنیاد آمار ریاست اقتصادی بامیان بیش از 60% خانواده ها در این ولایت با چالش فقر و ناداری روبرو هستند. رئیس این اداره میگوید که با همکاری نهادهای کمک رسانی داخلی و خارجی تلاش میکنند به چالش های بیکاری و اوضاع بد اقتصادی باشندگان این ولایت رسیدگی کنند. آماری که به ما احصایه دادن و ای آمار گرچه نو جدید نیست از چند ماه پیش است، 61.5% میزان فقر در بامیان وجود داره، یعنی مردم 61% فقیر هستند.
این در حالی است که 85% خانواده ها در بامیان تنها از رهگذری کشاورزی و دامداری نیازهای زندگیشان را تامین می کنند و اما 15% دیگر به علت نبودی برق، کمبود فعالیت های بازرگانی و طولانی بودن سرمایه هوا عواید کافی ندارند و با چالش روبرو هستند. وزارت صنعت و تجارت می گوید که قرار است تا 20 روز دیگر نمایشگاه افغان کازاخ در کازاخستان برگزار شود. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به تلون نیوز می گوید در این نمایشگاه حدود 300 بازرگان از افغانستان شرکت خواهند کرد. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که حضور بازرگانان افغان در نمایشگاه های بیرون از کشور در ماهای پسین سبب گسترش روابط بازرگانی با آسیای میانه شده است. برگزاری نمایشگاه ها در معرفی و بازاریابی برای محصولات افغانستان نقش مهم را دارد. در جریان 3 سال پسین توجه بیشتر در بخش گسترش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه شده است. وزارت صنعت و تجارت نیز میگوید که به منظور افزایش داد و ستد با کازاخستان قرار است تا 20 روز دیگر نمایشگاه افغان کازاخ در آلماتای کازاخستان برگزار شود. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به تولونیوز میگوید که در این نمایشگاه حدود 300 بازرگان از افغانستان شرکت خواهند کرد و قرار است نشست های دو جانبه نیز میان هیئت دو طرف برگزار شود. ما در حدود یک تیاره ای که امرای ما چارتر میکنه با هیئت رسمی که از طرف وزارت صنعت و تجارت و دیگر نهادهای افغانستان میباشه تقریبا در حدود تا 300 نفر ما تیاره ما گنجایش می داشته باشد. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که حضور بازرگانان افغان در نمایشگاه های بیرون از کشور در ماه های پسین سبب گسترش روابط بازرگانی با آسیای میانه شده است. یکی از میتود های امنیمی هستند که اگر یک شرکت باشه، اگر یک مملکت باشه، اگر یک کمپانی باشه تا تولید خود به خاطر شناسایی به مردم و برای مارکت های دنیا رکلام نکنند او اموال مشهور نمیشه. تدویر نمایشگاه در افزایش صادرات افغانستان میتونه نقش قابل ملاحظه بازی بکنه و در کنار آن باعث تحکیم و گسترش مناسبات تجارتی و اقتصادی افغانستان با کشورها شود. این در حال است که پیش از این نیز نمایشگاه های در ترکمنستان، ازبکستان و چین برگزار شده بود که بازرگانان از افغانستان نیز در آن شرکت کرده بودند. بانک مرکزی کشور سقف برداشت پول از بانک های تجارتی را تا 2 برابر افزایش شده است. به گفته سخنگوی بانک مرکزی دارندگان حساب های بانکی انفرادی در هفته به جای 70,000 افغانی 150,000 افغانی و در ماه نیز حدود 500,000 افغانی از حساب هایشان برداشت کرده می توانند. همزمان با این شماری از پایتخت نشینان نیز از این تصمیم بانک مرکزی استقبال می کنند. بانک مرکزی افغانستان از افزایش سقف برداشت پول از بانک‌ها خبر می‌دهد. بر بنیاد اطلاعات بانک مرکزی، در حال حاضر حساب‌های بانکی انفرادی در هفته به جای 70,000 افغانی 150,000 افغانی و در ماه نیز حدود 500,000 افغانی از حساب‌هایشان برداشت کرده می‌توانند. در محدودیتونه دا کچه په پیل کې 400 امریکایی ډالر ټاکل شوی و د څه وخت په تیریدو سره په تدریجي ډول 600 ډالر او بیا 1000 امریکایی ډالر ته لوړ شو. همزمان با این شمار از آگاهان مسائل اقتصادی، آوردن تسهیلات را در ارائه خدمات بانکی در توسعه و رشد بانکداری مهم می‌دانند. برداشت و یا کاهش محدودیت ها توسط بانک مرکزی بالای سپردگزاران و مشتریان بانک های خصوصی و دولتی یک گام مثبت است و این می تواند که اعتبار مردم را دوباره بیشتر بسازد. شمار از پایتخت نشینان نیز با استقبال از افزایش سقف برداشت پول از بانک ها می گویند که باید محدودیت ها در برداشت پول به گونه کامل برداشته شود. و ساعتی تا کم حد پوری چه کولی شی اگر خپل استفاده او که خونن سا پا دیگه گورنمنت که دولت آقانا پیسی چی چاسون ضرورتی اپا حاوله که نشور کولی آقانا تا خلکو با اکانتونه و درولی و پیسی و تنور کولی یا محدود $100 یا $200 ورکوله. برای هموطنان ما در رابطه با مسائل اقتصادی و برنامه تجارتیشان این خیلی خوب گپ است و یک خبر خوش است. این در حال است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، بیش از 9 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده و کشورهای اروپایی مسدود شده که بانک‌های افغانستان نیز با کمبود پول روبرو شدند.
و به همین ترتیب میرسیم به پایان خبرها. سپاسگزارم از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.